بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند مهربان سلام و درود عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و دوستان و محترمان فارسی زبان در هر کجا که هستید و برنامه خودتان برنامه زنده و مستقیم روشنا رو نگاه میکنید. انشالله که همواره صحتمند و سلامت جانجور و تیار باشید. انشالله تعالی بینندگان عزیز، شهادت مظلومانه عده زیادی از هموطنان ما در ولایت قندوز، نمازگزاران محترم را به شما عزیزان تسلیت عرض میکنم، به خانواده های محترم ایشان هم تسلیت عرض میکنم. از خداوند مهربان برای تمام بازماندگان ای فاجعه و فجایع و حوادث اخیر کشور صبر جمیل طلب میکنیم. لاهی آمین. یک دوشنبه دیگر است و باز هم در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر بیانی هستیم و از حضورشان استفاده میکنیم. سلام علیکم خانم دکتر بیانی، بسیار خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه روشنا و همینطور همه بینندگان خوب برنامه. خانم بیانی، در روزهای دوشنبه همطور که بینندگان عزیز ما هم در جریان هستند، بحث بر سر صدقه دادن بود در دوشنبه اخیر و مسائل شهروندی مختلف را بررسی میکنیم در روزهای دوشنبه با همراهی شما بزرگوار، و بحث اخیر ما در باب صدقه دادن بود و شما برای ما و بینندگان محترم از ما فرمودین که بسیار بسیار ثواب داره صدقه و یک مسئله است که بر هیچ کس هم پوشیده نیست. روایت بسیار زیادی وجود داره که ما از بزرگانمان شنیدیم و سر منبرها و تکیه ها شنیدیم، از مادر کلان ها و پدر کلان ها شنیدیم که مشهورترینش هم است که میگن که صدقه 70 بلا را رفع میکنه، یا صدقه یک سپر است در برابر آتش، که هم اشاره داره به دنیای انسان ها که در دنیا 70 بلا را رفع میکنه، هم به آخرت اشاره میکنه. اما مسئله که ممکنه در حال حاضر یک پرسش مهم شود برای بینندگان از او است که در این وضعیت نابسامان کشور که خانم دکتر وجود دارم و ما شما میدانیم که معاش بسیاری از مردم به ویژه کسایی که در شهرها زندگی میکردن قطع شده و شرایط زندگی بسیار سخت است. من شنیدم که در ولایت های مرکزی قیمت یک بوجی آرد یا یک مقدار بوره یا شکر لحظه به لحظه زیاد میشه، یعنی سبا موری در دکان یک قیمت میگیریم، در ظهر یک قیمت دیگه است و شام که موری یک قیمت بیشتر، و لحظه به لحظه بر قیمت اجناس و بیویژه مواد خوراکه که نیاز اساسی مردم افزوده میشه. باز شما این در نظر بگیرید که مردم قریجات، مردم نواحی مرکزی و قریجات بالاخره به زمین کار میکنن، شاید به یک نحو بتانن که از عهده مواد خوراکی خود و خانواده خودشان بر بیایند، اما مردم شهر بسیار گرفتارتر هستند، چون که دیگه شهر زمین و باغ و اینا نیست. بسیاری از مردم وابسته بودند به اینکه در نهادها کار کنند، در دولت کار کنند، در ادارجات کار کنند. وقتی که معاش خود برای 5 ماه اخیر معاش خود دریافت نکرده و پول و پیسه دستش نیست که برو از مغازه از دکان خرید کنند، دیگه میمونه که چی کار بکنند. یک چنین فردی که شرایط بسیار نابسامان دشوار دارد، در یک آشفتگی کشور از ما قرار گرفته که بسیار از مردم گرفتار هستند در این آشفتگی، میخوای که در این ثواب صدقه شریک شونه، میخوای که خود و خانواده خود حفظ بکنه، از 70 بلا رفع میکنه صدقه، یا از یک سپر است در برابر آتش میخواه، اما شرایطی که نگاه میکنه میبینه که نمیتونه، اقتصادش یاری نمیکنه که صدقه بده. برای ای افراد آیا گزینی جایگزینی وجود داره یا نه کدام حرفی است؟ یعنی بله، خب شرایطی که فعلا داریم ما امید داریم که انشاءالله به زودی برطرف شوه و بهبود پیدا کنه، و از طرف دیگه در همین شرایط سخت است که یک انسان میتونه که از اما آزمون امتحانی که خداوند در سر راه او قرار داده موفق سربلند بیرون بیایم. ما هیچگاه در روایات یا در سنت اسلامی درباره ای که صدقه یک مقدار زیاد باشه گپی نداریم. یعنی ایطور نیست که اگر یک نفر
پیسه‌دار بود یا یک نفر زمیندار بود، باغدار بود، آیا داد داشت او صدقه بده، بلکه همه افراد. چون ما درباره موارد صدقه هم صحبت کردیم، تمام افراد در هر شرایطی که هستند میتونند که صدقه پرداخت کنند. در روایت است که صدقه بدهید حتی به اندازه یک دانه خرما. یعنی ببینید در خانه شاید که یک تکنان پیدا شود و روایت میگوید که امو تکنان خور، اگر میبینی که یک نفری هست که از تو نیازمندتر است امو را میتونی که با او قسمت کنی. و بسیاری از اوقات ما شاهد همی هستیم که مردم خوب ما، مردم شریف ما، همزمانی که خود امونها در سختترین شرایط اقتصادی هستند یا در سختترین شرایط اجتماعی هستند، دست دیگری را هم گرفتند. من دیدم که و شنیدم که این نفری بود که حتی برای ای که امون روزی خانواده را به دست بیاره و یک لقمنان در خانه بیاره برخی از وسایل زندگی از خود خوره میفروخت. اما همزمان که میفروخت یک قرص نان هم برای یک طفلی که یتیم بود خرید و دو هدیه کرد برای ای که امون طفل یتیم هم بالاخره باید که یک روزی داشته باشه و حمایت شود. یعنی در سختترین شرایطی که یک انسان هست میتونه که به دیگری توجه کنه. چیزی که ما در دوشنبه ها برای او بسیار تاکید داریم و میخواییم که امی برای ما روشن شود، چون ما داریم اما بسیار از اوقات داشته های خود خوره نمیدانیم که چی است. امی که از هم حمایت میکنیم و به همدیگر توجه میکنیم، امی را میخواییم که این مقدار روشنتر بسازیم. نگاه ما به صدقه، نگاه ما به خدمتی که در شهر اتفاق میفته نباید که نگاه کمی باشه، ای که زیاد باشه. خب یک نفر اگر پیسه داشت، باید داد داشت، توقع ما از اوی است که بیشتر کمک در امو شهر و منطقه ای که هسته داشته باشه. اما به هیچ وجه نمیتونیم بگوییم که اگر یک نفر یک دانه خرما صدقه بدیه ارزش او کم است از کسی که شاید که باغ داشته باشه و شاید که بسیار زیاد 100 کیلو یا بیشتر یا بسیار زیاد شاید صدقه داشته باشه و کمک داشته باشه. شاید خانم دکتر بتونیم بگوییم که صدقه دادن بیشتر از اینکه نیاز به مال و منول و پول و پیسه داشته باشه به دل نیاز داره. بله. انسان باید دل بزرگ داشته بله. باشه. ما یک جایی میرفتیم، میره برای بسیار از دوستای خودم هم تعریف کردم و از گفتم که چنین کسی را من دیدم که در جایی میرفتیم یک خانومی بود که کمک میکرد در افراد نیازمند برای مؤسسات، این مواد خوراکی را بسته‌بندی میکرد در مؤسسه میداد که اون مؤسسه در افراد نیازمند ببرم. من یک روز رفتم به در خانه همین خانم که حالا اون مواد را دریافت بکنم به اون جایی که باید برسانم و بسیار بریم جالب بود که وقتی که به خانه خانم رسیدیم، خانم دکتر خانش بسیار خانه ساده کاهگل، یک نمای کاهگل، در بسیار کوچک، یعنی من وارد او خانه که شدم خانش تقریبا شبیه خانه کسایی بود، اما کسایی که ما هم صدقات را برایشون تقدیم میکردیم. بله. و این خانم با این وضعیت که یک وضعیت اقتصادی آنچنانی هم نداشت ولی احساس وظیفه کرده بود، احساس دین کرده بود و یک مقدار پول و پیسه‌ای که پسنداز کرده بود اونا رو به صورت مواد خوراکی پسوند کرده بود و میخواست که در دیگران صدقه بده، در نیازمندان بده. بله. و خواهید آدابی هم صدقه داره که ما هرچی که گشتیم در روایات و در سنت باز هم درباره کمیت و ای که ارزش باشه همی کمیت چیزی نیافتیم. اما از آداب صدقه است که خب قصد قربت باشه. ممکن است که یک نفر بسیار بسیار صدقه و یا خیرات بده اما تمام اونها تباه باشه به خاطر که شاید برای ریا باشه، شاید برای باشه که مردم او را خوب بگویند، ببینن بگن که مثلا حاجی فلانی انم بله. را تقدیم شما کرده. و درباره خصوصا صدقه است که از حضرت رسول درباره صدقه برتر پرسیدند و حضرت فرمودند که این صدقه برتر صدقه است که پنهانی داده شود.
یعنی بسیار از خیرات است که ما میگوییم که شما نام خود بگویید یا ای که اعلام کنید یا ای که حتی یک مراسمی باشه و او خیرات منج اعلام شود که دیگران تشویق شوند. اما خصوصا درباره صدقه روایتی که دارمی است که کمک پنهانی به تهیده است در هنگام تنگ دستی این صدقه برتر است. پس ببینید که در کنار ای که یک نفر باید قصد قربت داشته باشه، باید تلاش کنه که اما کرامت و عزت فردی که صدقه را دریافت میکنه حفظشان. او هم حفظ شود. و بسیار از اوقات هست که ما حتی در گذشته اگر که شاید پدر کلانهای ما همین روایت بسیار داشتن که اگر یک جایی ما رفتن و احساس میکردن که نیاز داره، یک چند افغانی که داشتن در زیر فرش امو خانه میگذاشتن و از او خانه میامدن بیرون، یک چای خورم میخوردن در زیر امو نالینچه و امو فرشی که امونجی بود امو پیسر میگذاشتن. یعنی کمکی که حتی میکردن یک کمکی بود که حتی صاحب خانه شاید که فردا پس فردا یک چند روز دیگه خبر شود. و شاید نمون فهمید که کدام یک از افرادی که در خانه ما آمده ممکنه که ایره گذاشته باشن. بله بله. و این خوب نشان دهنده ای است که چقدر همی پدر کلانهای ما و چقدر همو عرف و عنعنات گذشته ما در این نکات توجه میکردن و چقدر خوب است که ما هم دقت داشته بله. باشیم. و یک چیزی که شاید برای صدقه بسیار برای ما مهم باشه ای است که هر کار خیر و خصوصا صدقه را به تأخیر نیندازیم و دست خود خو انجام بدیم. ما و شما و همه انسان ها در این تجربه دوران کرونا و دوران سختی که گذراندیم دیدیم که مرگ را بسیار نزدیک احساس کردیم. دیدیم که افرادی که جوان بودند با ما بودند و دیدیم که در یک روز دو روز از دنیا رفتن و با خود هیچ چیز از دنیا نبردن. چقدر خوب است که اگر کار خیری میخواه اتفاق بیفته و مال ما میخواه که صرف شود در کار خیر و دست خود ما باشه. علتهای مختلفی داره. خب یک مؤمن میگوید که روایت چی گفت؟ روایت هم همین رو میگوید. اما شاید که یک علت اجتماعی هم بر او پیدا کنیم. ما انسانها لحظه به لحظه زندگی از خود خود را باید صرفی کنیم که تربیت شویم. باید صرفی کنیم که اخلاق مدار باشیم. باید سعی کنیم که الگوی خوبی باشیم. یعنی ما در فقط تربیت از ما هم مهم نیست، تربیت و طفلی که در دست از ما نگاه میکنه او مهم است. اگر که ما به عنوان یک مادر، یک بزرگتر، یک نفری که اطفال و یا دانش آموزان و دانشجویان زیادی شاید در ما مراجعه میکنن یا ما را میبینن، اگر که ما در طول زندگی از خود توجه داشته باشم و دیگران، میتونم که نقش الگویی داشته باشم. حالا الگو لزوما در تمام جهات شاید من نباشم یا شما نباشین، اما امی جهت که امی یک نفری بود که حتی وقتی که چون ببینید ما وقتی که نیازمند میشیم یا یک وقتی که مضطر میشیم به سمت صدقات و دعا و اینا بسیار پیش موریم. بله. و میبینیم که اگر بیمار باشیم خب توسل ما زیاد میشه، باز نظر و نیاز ما هم زیاد میشه، یا یک تصمیم بخوایم برای زندگیمون بگیریم. بله. منتظر یک خبر باشیم، نظر و نیازمون زیاد میشه، خیرات بله. میکنیم. اما اگر که در همون شرایط عادی زندگی توجه ما به دیگران باشه، این میتونه نقش تربیتی بسیار خوبی برای اما اطفال باشه، دانش آموزان باشه و دانشجویان باشه. من همچنان خواهم دکتر، من فکر میکنم برای شخص از ما به عنوان یک فرد، مگر که تلاش بکنم که صدقه بدم یا خیرات کنم، از مال خودم، از پیسه خودم گذر بکنم، برای خود از ما هم حالت تربیتی بله. داره و تشویق میشم که برای بار دوم سوم هم همه کار رو انجام بدم، چون هزینه کردم برای اطرافیان خودم، کم کم مهر و محبت الگه ها بین افراد زیاد میشه. فکر میکنم آثار تربیتش برای شخص صدقه دهنده هم باشه. بله. یعنی ببینید، اما از یک طرف برای ما یک حالت روحی خوبی ایجاد میکنه که این حالت ما باید از گذر کنیم. اما چیزی که شاید مهمتر باشه ای است که اگر که ما عادت به پرداخت و عادت به خدمت داشته باشم، بسیار راحت تر میتونم که در آینده همه خدمت رسانی را انجام بدم. یک نفر باشه که دستو بسته باشه،
تا 40 سالگی خب از او چه توقعی میتونیم داشته باشیم که اگر که در یک منصب اجتماعی هم قرار بگیره و اما روحیه حمایتگری، روحیه خدمت و عادت به خدمت نداشته باشه، او شاید نتونه که مؤثر باشه. اما یک نفر دیگه باشه که از وقتی که کودک است امی روحیه حمایتگری در او تقویه شده باشه و یا امی که توجه کنه به دیگران، چون این بسیار در اخلاق اجتماعی مهم است. من بارها هم تکرار کردم چی در این برنامه و چی در برنامه های دیگه، به خاطر ای که ما باید بفهمیم که درد فقط برای از من نیست، سختی فقط برای از من نیست و یا حتی خوشحالی، دیگران هم حق دارند که از این دنیا بهره ببرند، حق دارند که یک زندگی خوب داشته باشند، حق دارند که خوشی یعنی احساس کنند و حق دارند که به خاطر یک لغمانان در عذاب نباشند. بله. نیاز اونها برطرف شود. خانم دکتر، آموزه های اسلام را ما میبینیم که به سه بخش تقسیم میکنند. ارزش گذاری هم نمیشه، هر سه بخش ارزشمند هستن. میگن که اخلاقیات است و دیگه فقه است و که فقه و شریعت است و عقاید و باور، عقاید و باور هست. و اخلاقیات دقیقا اما بخشی است که در ارتباط من با دیگری معنا پیدا میکنم، که من همونطور که شما فرمودید توجه داشته باشم که دیگری در چه شرایطی است، همسایم، فرزندم، اولادم، بزرگترم، همکارم، همشهریم، هم قریم، هم وطنیم، دیگه انسان ها، یک نفر کافر حتی در چه شرایطی زندگی میکنه و من چگونه میتونم که یک باری را روی دوش او بردارم و برش کمک کنم. بله. پس آدابی که برای صدقه فعلا مهمترین آداب او است ما با هم مرور میکنیم. یک قصد غربت بود که حضرت رسول میفرمایند که صدقه‌ای که در نیت نباشه در او سودی نیست. دیگه ای که صدقه را ما تلاش کنیم که خودمان پرداخت کنیم، روایت هست از امام صادق علیه السلام که صدقه بدهید در حالی که سالم هستید، در حالی که امید به دوام زندگی دارید. یعنی ارزشمند هست وقتی که ما در حال اضطرار صدقه میدهیم یا خیرات میکنیم، اما وقتی که سالم هستیم و بیمار نیستیم، وقتی که در حالت اضطرار نیستیم، شاید اما بزرگ منشی ما را برسانه، همی شاید که روح بلند ما و همی که یک انسانی هستیم که اخلاقی هستیم، اخلاق مدار هستیم، همی را شاید که بتانه برسانه. وقتی که هیچ نیازی نداریم یا وقتی که هیچ نیازی احساس نمی کنیم، چون انسان ها همواره نیازمندن. در اما کتاب های فلسفی که میگن که هر لحظه و آن به آن نیازمندن، ولی احساس نیاز وقتی نمی کنیم اما در همون زمان به دیگران توجه داریم، می شود که بهترین حالت باشه. از این وجه ما وارد بحث فقهی یا بقیه بحثان نمیشیم، فقط همی منظری که داریم منظر اخلاق است. دیگه ای که صدقه پنهانی باشه، چون در صدقه پنهانی یک شاید بتانم بگیم اثراتی هستن که اثر معنوی او را حضرت امیر بسیار زیبا بیان می کنند و می فرمایند که صدقه پنهانی گناه و خطا را می بخشاید. تو که پنهان کار نیک کنی خدا هم گناه تو را می بخشن و خشم خدا را فرو می نشان. یعنی یک ثمره معنوی می تانه برای صدقه باشه، اما ثمره اجتماعی او هم امی است که انسان عزیز است. کاری نکنیم که با خاطر یک صدقه از ما عزت یک انسان، چون ببینید یک انسان تحقیر شود در تمام عمر او امی خاطره تحقیر میمانه و ممکنه که تبدیل به عقده ها شود. بله. و بعدا آثار بسیار بدی داشته باشه. ببینید در حالت ساده ای است که خاطره بسیار منفی در ذهن او تا ابد است. بله. ولی خب امی میتونه بسیار شدیدتر هم باشه. درست. خانم دکتر اگر اجازه بدن یک میان برنامه رو ببینیم و باز هم برگردیم با شما صحبت میکنیم. تشکر. بینندگان عزیز و محترم، یک میان برنامه کوتاه رو میبینیم و باز بسیار زود برمیگردیم. گرچه خستم دل شکستم
باز هم گشودم دری بروی انتظار، تا بگویمت هنوز هم با آن صدای آشنا امید بستم. ای تو صاحب زمان، ای تو صاحب زمین، دل جدا ز یاد تو آشیانه خراب و بی صفاست. کوچه باغ سینم ای گل محمدی، بطر نامت آشناست. آن که در پی تو نیست کیست؟ آن که بی بهانه تو زنده است در کجاست؟ ای کرامت وجود، باد قربتی که میوزد به کوچه های بی تو، بوی مرگ میدهد، بوی خستگی، افسردگی. کوچه ها در انتظار یک نسیم روح بخش، یک پیام آشنا و دلنواست، سینه را گشودند. کوچه های ما همیشه عاشق تو بودند. ای کبوتر دلم هوایی محبتت، سینم سرشار از غم است، اگر هزار کوه غم رسد هنوز هم کم است. از درون سینم ناله های مرغ خسته‌ای به گوش می رسد، بالهای زخمیم نیازمند مرهم است. صبحگاه جمعه ها آفتاب یاد تو از نطبه های ما طلوع می کند. ای بهانه ای برای زیستن، اشتیاق همچون سبزه بهاری هر طرف دمیده است. ای بهار جاودان، ای بهار آفرین، ما در انتظار مقدم توییم، ای امید آخرین. یا صاحب از زمان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما عزیزان و همراهان خوب برنامه روشنا. شماره تماس مثبت 964-780-255-413 عزیزان، پل ارتباطی است بین ما و شما، و شما بزرگواران میتونید که هر زمان که بخواید همین الان هم از طریق واتساپ با همکار نظم در ارتباط شوید، و اگر کدام سوال در مورد موضوع برنامه خاصتاً یا در کل در مورد برنامه روشنا دارید، اگر کدام انتقاد یا پیشنهاد دارید برای از ما روان بکنید. بسیار خوشحال میشیم که نظرات زیبای شما را ببینیم، و قطعاً سعی میکنیم که به سوالات شما عزیزان پاسخ داده شوه و پیشنهادات شما اعمال شوه. همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر بهینه هستیم و از حضورشون استفاده میکنیم. خانم دکتر، بحث در باب آداب صدقه بود، و آخرین مسئله که شما فرمودید بود که صدقه بسیار بهتر است که پنهانی باشه، و یک وجه هم شما اشاره کردین و بیان کردید که میتونه وجهش این باشه که اگر که صدقه پنهانی باشه باعث میشه که عزت انسان ها حفظ شد. درسته، باعث میشه که عزت انسان ها حفظ شد، چون که بسیار سخت است که انسان دستش به سوی دیگران دراز شود. خدا انشاءالله این تجربه رو نصیب کس نکنه. متاسفانه در این شرایط بسیار دشواری که الان در کشور وجود داره، بسیار انسان هایی که
تا به امروز دستشون پیش کس دراز نبود، به خاطر که سرپرست خانواده خود از دست دادن، به خاطر که سرپرست شغل خود از دست داد، وظیفه خود از دست داد، به خاطر سختی ها و گرفتاری هایی که نصیبون شد، آلی دستشان پیش دیگران دراز است و بسیار اینو بسیار درک میکنن که چقدر سخت است. اما فکر میکنم خانم دکتر یک بچه دیگه میتونه داشته باشه این صدقه پنهانی، که وقتی که ما پنهانی صدقه میدیم، اما فردی که صدقه رو دریافت میکنه با خود فکر میکنه که یک نفر از این 2 میلیون نفر یک دیشر هستن، فردی است که صدقه میده، میتونه همسایه از ما باشه، میتونه یک دو سرک بالاتر باشه خانش، میتونه اینمی نفر باشه یا یک نفر دیگه باشه، حسن زن پیدا میکنه نسبت به افراد. بله. و فکر میکنم امی سرمایه اعتماد اجتماعی و حسن زن که باعث میشه که جوامع شکل بگیرن، ارتباط ها قوی شوه، شاید یک از بهترین و بزرگترین فایده صدقه پنهانی باشه. بله. ببینید وقتی که، چون ببینید بسیاری از امو دریافتی که ما از وقایع داریم به خاطر امو، یعنی حس ما از امو وقایع میتونه بسیار مؤثر باشه در امو دریافت ها. ممکن است ما بسیار وضعیت مثلا بیماری داشته باشیم، وضعیت جسمی بسیار بدی داشته باشیم، ولی امی که احساس کنیم دیگران با ما توجه دارند، در این که دوران بیماری را بگذرانیم و راحت تر بگذرانیم مؤثر است. شاید که دیگران در ما حتی کار خاصی هم انجام ندن، اما امی احساس، حس مثبت، امی حسی که حسن زن شما را نام نهادید، امی میتونه که بسیار خوب باشه. وقتی هم که ما فقیر باشیم، وقتی که نیازمند باشیم، شاید دیگران خیلی هم کمک خاصی برای ما نداشته باشند، اما همی که ما احساس کنیم که پشت ما گرم است، باز هم هستند افرادی که در این وضعیت سخت و پشتیبان ما هستند، این میتونه که گذران ما را راحت تر کنه و بی توقع، چون کسی بله. که پنهانی کمک میکنه قطعا توقعی نداره. بله. اگر یک نفر آشکار کمک برسانه، انسان شاید به خودش فکر کنه که این معلوم نیست که از ما چی میخواید. بله. و بدتر بر استراب و نگرانیش افسوده شوه. اما وقتی یک نفر پنهانی میکنه این توقع نداره و باز بر حس مثبتش اضافه میکنه. بله. و باز از آداب صدقه است که صدقه از پاکیزه ترین اموال شما باشه. ببینید نه برای صدقه، که برای هر خیری، برای هر ارتباطی که ما با دیگران میگیریم توجه داشته باشیم که اگر وقت خود خورا میگذاریم یک وقت خوب باشه. این دیگرانی که میگیم اولاد ما هم شامل میشن، چون آل ما و شما خانم هستیم و شاید که گمان کنیم که باید حتما در یک نفر غریبه و بیگانه باشه. نه، امی طفلی از ما که در خانه هم هست جزء دیگران محسوب میشه. هر نفری غیر از ما دیگران است، یک نفر دیگر است، یک عالم دیگر داره، احساسات داره. و وقتی که ما میخواییم که صدقه بدهیم، به خاطر که صدقه وسیع بود دیگه، میتونست که علم آموزی باشه، میتونست ساخت و ساز باشه، میتونست که مواد خوراکه باشه، میتونست هر چیزی که دیگران در اون نیاز دارن باشه. اگر که وقت خود خود اختصاص میدیم یک وقت خوبی باشه، اگر نیت صدقه داریم، اگر که مال خود خود اختصاص میدیم اما پیسه ای نباشه که از تای جیب از خود خود کیف از خود خود در میاریم و او ناچل است، چنین چیزی نباشه. اگر مواد خوراکه است خود نگاه کنیم از چیزی که خود ما میخوریم بدتر نباشه، ترجیح ما است که بهتر باشه. اما اگر که نتونستیم بهتر تهیه کنیم، لااقل اما چیزی باشه که خود ما میخوریم. اینطور نباشه که در یک دکان بریم و بدترین چیزی که اونجا است، اگر از برنج است، اگر که از روغن است، اگر از آرد است، بدترین و ارزانترین را بخریم. توجه کنیم که اما نگاهی که به دیگران انتقال میدیم امی باشه که اگر من کمکی هم به تو دارم، حالا پنهان است یا نه، اگر که کم است یا زیاد، هر طوری که است، اما چیزی است که من خود ما همو رو در خانه استفاده میکنم. بله خانم دکتر، اتفاقا من یاد یک سخنی افتادم که یک نفر از دوستایم برای از من امیر قصه کرد که ما یک نظری داشتیم که هر سال روز عاشورا یک نانی پخته میکردیم و در یک جمعیت بسیار زیاد نان میدادیم و
بسیاری همسایه ها حتی می آمدن در اون نظر شرکت میکردن، میگفتن که ما حاجت خود از امام حسین علیه السلام میگیریم و بسیار خوش بودیم از این نظری که داریم و از این حس مثبت و واقعا هم حاجت گرفته بودیم. یک لطف خدا بود که نصیب از ما شده بود و این نظر هر سال ما انجام میدادیم. یک سال یک پیسه به دست ما رسید که این پیسه شبهناک بود، یعنی حرام هم نبود ولی یک رقم بود که چل بود، معلوم نبود که آیا دقیق مثلا حلال است یا نه. ما برای مصرف خانه دلمون نیامدن این پیسه را خرج کنیم، گفتیم مال شبهناک لقمه شبهناک را به سر سفره نبریم بهتر است، ولی باز امورا باز دل ما نایمد که این پیسه رو در یک جای دیگه مصرف کنیم. اما رو گفتیم بیم در امی نظری که برای امام حسین علیه السلام انجام میدیم استفاده بکنیم و امو سال امو پیسه رو استفاده کردیم و دیگه این لطف الهی از سر از ما برداشته شد و از سر از سال دیگه هر کار که کردیم نتونستیم که این نظر خود ادا بکنیم. بله، و ببینید که بسیار جالب است که ما یک روایتی هم داریم از امام صادق علیه السلام درباره ای که از حضرت درباره می پرسیدن که ای که خداوند فرموده است که از طیبات انفاق کنید ای به خاطر چی بودن؟ در گذشته قبل از اسلام مردم هنوز مسلمان هم نبودند و ممکن بود اموالی داشته باشند که اموال مال دیگری باشه، مال شبهنات باشه، مال پاک نباشه. میخواستن که در اسلام با صدقه او را پاک بسازن و آیه قرآن نازل میشه که اگر صدقه میدهید از طیبات صدقه بدهید و شما نمیتونید که مال ناپاکه با خیرات، با صدقات، با نذورات او را پاک بسازید. اگر که مال دیگری است در اون دیگری باید برگشت داده شود در هر طریقی که میتونید. حالا اگر ناممکن بود باز و یک بحث فقهی است که ما از مجتهد خود پرسان میکنیم که او را چی کار کنیم. اما امی مثالی هم که شما زدید بسیار مثال جالب و شاید که بسیار زیاد هم باشه، ما زیاد میشنویم که یک کار خیری را ما انجام میدیم و کار خیر بند میشه. خب باید نگاه کنیم ببینیم که او چیزی که امو مالی که امو وقتی که اما بالاخره منبعی که بریم کار خیر شما در نظر گرفته چی بوده؟ در خود خود نگاه کنیم و مطمئن باشید که حتما موارد این چنینی پیدا میشه. حتما یک مالی که لااقل شبهناک بوده پیدا میشه اگر که دقت کنیم و میبینیم که اما باعث این میشه که ما از یک خیر عظیم و یک خیر کثیر محروم شویم. پس آداب مختلفی بود، در هیچ کدام از اینها ما ندیدیم که گفته باشن حتما زیاد باشن. بله، پس همه میتونیم که نسبت به دیگری توجه کنیم، همه میتونیم که هر نفری در هر جایی که هستن، شما ببینید که کابل چند میلیون جمعیت داره، اگر تمام این چند میلیون توجه کنن که نفری که در کنار از ما هست هم انسان است و ما اگر دارم، اگر وقتی دارم، اگر علمی دارم، اگر مالی دارم، اگر توانی دارم برای حتی راهنمایی، یعنی لازم نیست که حتما پول و پیسه باشه، من میتونم راهنمایی کنم. در کلام شما منظورم میخوام با توجه به تعریف وسیعی که شما صدقه کردین دیگه کمترین حدش است که انسان خوشروی باشه. بله، کنار یک نفر میره در بس هست، در تاکسی هست، در مینی بس هستم، در سرگ است، دیگه توشروی نباشه، دیگه در قاشش باز باشه. در این روزهای سخت که همه به اندازه کافی ناراحت و دلدیق و دلنگران هستن، دیگه ما هم بر ناراحتی بقیه افسوده نکنیم. بله، حتی روایت هم داریم، شما ببینید که وقتی به منبع روایات مراجعه میکنیم میبینیم که چقدر عظیم هست این منبع و چقدر شاید که حتی ناشناخته باشد، درباره ای که حتی همی تبسم هم میتونه که صدقه باشه، خوشرویی میتونه که صدقه باشه. ما روایت هم داریم که مال متن روایت در ذهن از من نیست ولی مضمون همی است که اگر انسان خوشرو میتونه خوشرویی و یک صدقه باشه و یک خیر باشه. پس ما در این آداب میتونیم بگیم که سوال اول شما را پاسخ گفتیم که هیچ وقت یک نفر نمیتونه و نباید ناامید باشه از اینکه چون فعلا در وضعیت اقتصادی بد هستم پس خیرات نمیتونم داشته باشم، پس صدقات از من شده، من خود من صدقه خور هستم. نه، چنین تصور یک تصور
یک فرد مؤمن نمیتونه باشه. و بحث دیگه ای که من بسیار دوست داشتم که درباره او صحبت کنم، البته چون بحث ما فقهی نیست وارد او نمیشه، میست که ما درباره ای صحبت کردیم که موارد صدقه بسیار زیاد است. بله. یعنی شما هر کاری که انجام میدید کار خیر باشه صدقه است. بله. اما درباره ای که حالا یک نفر است میگه که خب من ممکن است که 20 سال عمر داشته باشم، 30 سال، 40 سال، بالاخره 100 سال، بعد از 100 سال حق است دیگه، همه ما میموریم، از دنیا میریم، آیا باز هم میتونم که خیرات داشته باشم و صدقات داشته باشم؟ یعنی بعد چشم انتظار بازماندگان خودم باشم که آیا اونها بگیرن برای از من یک صدقه خیراتی بکنن که بعد از من برسه، یا اینکه خودم میتونم یک کاری انجام بدم که ادامه دار باشم؟ بله. درباره امی هم در سنت اسلامی یک اصطلاحی وجود داره که به نام صدقه جاریه و یا وقف نامیده میشه. و جالب است بدانید که در وقف در کشورهای اسلامی نقش خانم ها و زنان بسیار پررنگ است. بله. یعنی زنان بسیاری را داریم که وقف کردن صدها سال پیش و باقی هم مانده. و حالی که حالا او افراد چطور بودن یا نه، افراد خوبی هستن یا نه، اونا را ما نمیتونیم قضاوت کنیم، اما چیزی که بر جای مانده در نقاط مختلفی از ممالک اسلامی ما میبینیم، میفهمیم که انسانهایی بودند که در زمان حیات تانستند از مال خود خوب بگذارند. و ببینید ای که ما یک صدقه مثلا یک خوراکه میدیم، خوب موره دیگه و شاید توجه نکنیم، اما یک نفر زمین خود در زمان حیات از خود خود میده و هیچ دخالت دیگه در زمین نداره، ممکن است که باقی از خود خود وقف کنه و هیچ دیگه دخالتی داری که اما عایدات چه برای خود چه دیگه نمیتونه مصرفشونه، برای اما مورد وقف مصرف میشه نداره. یعنی یک نفری بودن یا افرادی بودن در صدها سال پیش و امیال هم هستن البته که تانستند از این بگذرند. و مثال مشهورشم در کشور از ما گوهر شد آقای است که در هرات بله وقفیات بسیار زیاد داشته و حتی در خارج از افغانستان هم در کشور ایران هم وقفیاتی داشته و هنوز که هنوز بعد از سالها ازش باقی مونده و به خیر و نیکی از این بانو یاد میشه. بله بله. و ما میگیم درباره خود او گپی نداریم، او باید تاریخ قضاوت کنه، اما یایی که بالاخره هر انسان ممکن است خوبی و بدی داشته باشه، اما امی که یک انسان میتونه بگذاره از مال خود خوبی خود امی میتونه که یک ارزش باشه برای انسان. پس وقف یعنی ای که یک دیندار برای رضای خدا در زمان حیات، امی بسیار مهم است، یک بخشی از اموال خود خوره برای کار خیر و کنار بگذاره و برای دیگران، برای خدمت به دیگران استفاده شد. بله. خانم دکتر اگر در حد یک دقیقه یک جنبندی بفرمایید. بله. من یک روایت هست از حضرت رسول امیر بیان میدارم به خاطری که دقت کنیم که کلمه وقف در روایات نیامده. بله. و خود در سنت دینی ما البته هست و در قرآن هم نیومده، اما به نام صدقه جاریه، چون بحث ما هم صدقه بود، ما خواستیم که اشاره کنیم. پیامبر فرمود که حضرت پیامبر می فرمایند که انسانی که از دنیا میره جز از ناحیه سه چیز پیوند او با دنیا قطع میشه: دانشی که از آن سود برده شوه، یک عالم است، کتاب نوشته، شاگرد تربیه کرده، خب این انوز خیرات چی برای او ثبت میشه، صدقه جاریه کمی وقفی باشه که ما میگیم، یعنی صدقه ای که تداوم داره، و دیگه فرزند صالحی که برای او دعا کنه. بله. بسیار تشکر میکنم خانم دکتر بزرگوار، بسیار استفاده کردیم. انشاءالله در دوشنبه های آینده هم در خدمت شما بزرگوار خواهیم بود. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که بیننده برنامه خودتان برنامه روشنا بودید. شماره تماس مثبت 964-780-255-43 عزیزان از یاد نبرید. از طریق فضای مجازی شبکه های اجتماعی میتونید که برنامه خودتان برنامه روشنا را دنبال کنید، یوتیوب، آپارات، واتساپ و دیگه فضای مجازی ما
حضور داریم. شما میتونید که برنامه ما را ببینید و لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر زیبای کابل هم نزدیک میشیم. عزیزان و بزرگواران، ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. به امرای کارشناس محترم خانم دکتر بهینی از حضور شما عزیزان مرخص میشویم. در پناه خداوند مهربان باشید. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله.